استفاده از فرمان فیلت و چمفر در نرم افزار اینونتور 2019. شما با استفاده از فرمان فیلت و چمفر که اصطلاحاً به اونها فرمانهای درس آپ یا پیرایش کردن اسکچ ها گفته میشه، میتونید یک سری از عملیات رو که برای ایجاد شکل بهتر و بهینه تر هست استفاده کنید. به عنوان مثال با استفاده از فرمان فیلت میتونید یک سری از تمرکز تنش ها در شکل رو برطرف کنید، یا با استفاده از فرمان چمفر میتونید جا خوردن دو قطعه رو در هم به صورت راحت تر انجام بدید. برای اینکه این دستورات رو فعال کنید از سربرگ اسکچ و از نوار ابزار کرییت میتونید در قسمت فیلت و پایین اون چمفر این دو دستور رو برای خودتون فعال کنید. در این دو دستور شما باید دو خط رو انتخاب کنید که قرار فیلت یا چمفر بین اون دو خط ایجاد بشه. این نکته بسیار مهم هستش که این دو خط باید حتما با هم زاویه داشته باشن و بین دو خط موازی شما این کار رو نمیتونید انجام بدید. برای اینکه این دو دستور رو من به شما نشون بدم، در ابتدا یک 4 ضلعی رو برای خودم رسم میکنم و بعد از اینکه 4 ضلعی رسم شد، من برای شما فیلت و چمفر رو نمایش میدم. من 4 ضلعی رو با استفاده از دستور رکتنگل به این صورت رسم کردم. بعد از اون دستور فیلت رو فعال میکنم. در پنجره‌ای که برای 2D فیلت ایجاد شده، در ابتدا از شما شعاع فیلت رو میخواد که من این شعاع رو 5 اینچ در نظر میگیرم و بعد از اون شما باید روی شکل مورد نظرتون رو از لایی که قرار فیلت بین اونها زده بشه رو انتخاب کنید. من به صورت مقابل این دو از لا رو انتخاب میکنم و میبینید که فیلت برای من به صورت مقابل ایجاد میشه و شعاع اون 5 هستش. در صورت نیاز شما میتونید فیلت رو با شعاعهای مختلف برای خودتون ایجاد کنید. من این دفعه شعاع رو 7 در نظر میگیرم و این دو ضلع رو انتخاب میکنم. ضلع اول رو انتخاب میکنم و آبی رنگ میشه و بعد از اون من روی ضلع دوم میرم، میبینید که در حال حاضر فیلت برای من به صورت سبز رنگ نمایش داده میشه و من اگر روی این ضلع کلیک کنم، اون فیلت برای من ثابت میشه. من کلیک میکنم و فیلت برای من زده میشه. میبینید که فیلت بر این دو خط به صورت مماس قرار داره. همچنین شما میتونید چمفر رو نیز برای خودتون اجرا کنید. من دستور چمفر رو فعال میکنم. دقیقا مشابه به حالت فیلت هستش با یک سری توضیحات بیشتر که در اینجا 3 نوع روش برای ایجاد چمفر وجود داره. روش اول رسم چمفر با استفاده از فاصله های موازی هستش که من به عنوان مثال این فاصله رو 3 در نظر میگیرم و بعد از انتخاب کردن دو خط اون چمفر برای من ایجاد میشه. میبینید که از هر طرف فاصله مساوی 3 اینچ رو در نظر میگیره و چمفر رو برای من که به صورت پخ هست ایجاد میکنه. روش دیگه‌ای که وجود داره با استفاده از 2 فاصله غیر مساوی هست. من فاصله اول رو 3 میگیرم و فاصله دوم رو 5 اینچ در نظر میگیرم. در اینجا این دو خط رو انتخاب میکنم. میبینید که این فیلت رو برای من میزنه. خط اولی که انتخاب میکنید دیستنس 1 روی اون اعمال میشه و خط دومی که انتخاب میکنید دیستنس 2 روی اون ظاهر میشه. خب من یک مربع دیگه رسم میکنم تا حالت سوم چمفر رو نیز به شما نشون بدم. حالت سوم چمفر برای رسم چمفر با استفاده از 1 اندازه و 1 زاویه هستش. من دیستنس 1 رو 3 در نظر میگیرم و انگل رو به صورت 45 درجه در نظر میگیرم. من خط اول رو انتخاب میکنم و بعد از اون خط دوم رو انتخاب میکنم. میبینید که دیستنس 1 رو روی خط اول برای من نمایش میده و مقدار زاویه که 45 درجه بود رو روی خط دوم در نظر میگیره. من این کار رو با اندازه های مختلف نیز انجام میدم، با زاویه 60 درجه و دیستنس 4. اینجا خط اول رو این خط در نظر میگیرم و خط دوم که زاویه روی اون اعمال بشه رو این خط. میبینید که دیستنس 4 رو برای من روی خط اول در نظر میگیره و زاویه 60 درجه رو روی خط دوم برای من در نظر میگیره. بدین صورت انواع چمفر و فیلت ایجاد میشه.